سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که با ما همراه شدن در گفتگوی امروز. ما همچنان منتظر هستیم آقای دکتر صادق زیبا کلام وصل بشن و گفتگو آغاز بشه. من پیشاپیش روز دانشجو رو هم تبریک عرض میکنم و حال امروز 67 سال روز مناسبت تاریخی 16 آذر 1332 هست که 3 آذر اهورایی شهیدان قنچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا خونشون به ناحق بر سنگ فرش های خیابان های دانشگاه تهران ریخته شد. یاد همه اونها رو گرامی می‌داریم و همه فعالان نسل های مختلف دانشجویی رو که در این دوران، البته پیش از اونها هم شاید نقطه عظیمت فعالیت های دانشجویی رو بتوان فعالیت های دانشجویان که در اروپا تحصیل میکردن در دوران سلطنت رضا شاه و اونها را شاید باشه نقطه آغاز فعالیت های جنبش دانشجویی در ایران نامید. به هر صورت بیش از 9 دهه فعالیت مستمر هست با فراز و نشیب داشته. جا داره که یاد همه کسانی که در طول این سالها هزینه دادن و خصوصا هایی که به ناحق جان باختن رو گرامی بداریم. و خب باز ما کماکان منتظریم، آقای زیبا کلام هنوز ظاهراً وصل نشدن، امیدوارم چه زودتر ایشون بپیوندن تا این گفتگو صورت بگیره. همونطور که مطلع هستید عنوان جلسه هم هست که حال گذشته، حال و آینده جنبش دانشی. امیدوارم که در همین وقت محدود برنامه بتونیم به نحو مناسبی یک گذاری داشته باشیم به تاریخچه فعالیت های جنبش دانشجویی و همچنین چشم‌اندازی برای آینده. خب فکر میکنم جناب زیبا کلام عزیز هم به زودی به پیوندن به ما. بله آقای زیبا کلام، سلام عرض شد. سلام، حال جناب عالی خوبه؟ آقای شما خیلی ممنون، خوش آمدید. خب نور و این چیزا خوبه؟ بله بله خوبه، یه خورده رو دور. بله بسیارم عالی، خیلی هم مناسب. و نه خوبه، دست شما درد نکنه، امیدوارم که سلامت باشید. خب چون چند دقیقه هم از برنامه گذشته، سریع بریم که گفتگو آغاز بشه. من بازم تشکر میکنم از آقای دکتر صادق زیبا کلام که محبت کردن و دعوت به اصطلاح اکانت اینستاگرامی جمهوری ایرانی متعلق به سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران رو پذیرفتن. باز هم خدمت همه عزیزانی که پیوستن به ما خیلی مقدم عرض میکنم. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستن سلامت باشن و از بلای بیماری مهلک کووید 19 هم خودشون و هم عزیزانشون به دور باشن. خب جناب زیبا کلام، باز ما طبق همون روالی که در برنامه قبلی داشتیم چندین دور گفتگو داشته باشیم فکر میکنم بهتر هست. از شما دعوت میکنم که آغازگر بحث باشید و حالا 5 دقیقه وقت دارید الان در خدمتی. خب با نام و یاد حضرت حق میگم کو به کو نمیرسه و عرض سلام و ادب خدمت همه خانم ها و آقایانی که بینندگان برنامه شما هستن. علی جان میگن کو به کو نمیرسه ولی آدمی به آدمی میرسه. شاید یقینا خیلی از بینندگان شما نمیدونن که من و شما فکر میکنم 20 سال پیش بود، فکر کنم دانشگاه الزهرا در خصوص انقلاب اسلامی برنامه داشتیم و خانم دکتر زهرا رهنورد هم رئیس اون دانشگاه بودن. آره یادتون میاد یا نه؟ بله اون روزگاری بود اینها. ببینید من معتقدم که جنبش دانشجویی معاصر ایران رو، تاریخ معاصر ایران رو ما باید علل قاعده به دو بخش قبل و بعد از انقلاب تقسیم بکنیم. بخش قبل از انقلابش مثل بسیاری از جنبش‌های دانشجویی در سایر کشورهای جهان سوم آکنده است از مبارزه علیه استبداد، دیکتاتوری نظام حاکم
اگر اوج زندانیان سیاسی رو سال 55 بگیریم، قبل از وجود آمدن فضای باز سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی، واقعا این 5000 زندانی سیاسی شاید 80%شون دانشجو بودن، دانشجوی دانشگاه تهران، شریف، پلی‌تکنیک و بعضن هم از شهرستان ها. ذات جنبش دانشجویی قبل از انقلاب به اصطلاح علیه دیکتاتوری بود. در این حال اون جنبش به دو بخش اصلی تقسیم می شد، یک بخش مذهبی اسلامی اسلامگرا و یک بخش چپ مارکسیستی، طرفداران چریکای فدایی خلق، تا حدودی طرفداران حزب توده، طرفداران اون بخش از سازمان مجاهدین که مارکسیست شده بودن به اسم پیکار از سازمان جدا شده بودن، و در طرف بخش اسلامگراش هم که همون دانشجویان اسلامگرا بودن، انجمنهای اسلامی بودن. یه گروه سومی هم بودن که کم هم نبودن، طرفداران سازمان مجاهدین بودن که علارغم این که اسمشون انجمن دانشجویان مسلمان بود، اما به تدریج جدا شدند و همونطور که میدونیم در مقابل انقلاب قرار گرفتن. میخواید من در دور بعدی علی جان تو 5 دقیقه بعدی ما بقیه بگم که بعد از انقلاب چه شد تا برسیم به امروز؟ باش، بسیار عالی، وقت شما محفوظ هست. خب منم سعی میکنم چند دقیقه نقطه ورودم به بحث رو با یک اشاره تاریخی یا دستبندی داشته باشم. به هر حال میشه از زوایای مختلفی ما ادوار مختلف فعالیت های جنبش دانشجو در ایران رو دستبندی بکنیم. من اون نقطه، من اینگونه دستبندی میکنم در چند دسته. دسته اولیش برمیگرده به فعالیت هایی که بیرون از ایران در اروپا ابتدا دانشجویان ایرانی در مخالفت با حکومت استبدادی رضا شاه شروع کردن، که شاید چهره های شاخصشون مثل بزرگ علوی یا مرتضی علوی، تقی ارانی باشن. اینها اون موقع تحت عنوان فرقه جمهوری انقلابی ایران فعالیت میکردن. به هر حال فعالیت های اونها اینقدر اثرگذار بود که سفارت های وقت ایران خیلی تلاش میکردن که یا جلو تحصیل اونها رو بگیرن، حتی حال اون کمک های تحصیلی که ناحیه وزارت امور وقت داده میشد و قطع کردن و اذیت آزار میکردن. به هر حال فعالیت های اونها خب جزواتشون من داخل ایران میرسید و پخش میشد. بعدها خب با تشکیل دانشگاه تهران در دهه 20 این فعالیت ها برجسته تر میشه تا سالهای اولیه دهه 40. خب فعالیت های دانشجویی حالت پارلمانتاریستی داره، خب حمایت خیلی روشنی را جنبش ملی شدن نفت کردن و بعد از اونم از نهضت مقاومت ملی و تلاش برای اینکه دوباره دکتر مصدق برگرده به قدرت فعالیت های جنبش دانشجویی تشکیل میداد. از سالهای اولیه دهه 40 گروه های چریکی به وجود آمدن و دیگه کم کم نگرش انقلابی بر فضای سیاسی تغییر خواهی حاکم شد که آقای دکتر زیبا کلام به خوبی اشاره کردن. بعد برمیگردیم به سالهای 57 و 60 که خب به حال البته تا قبل 60 سال 59 با حرکت به حال ضد دانشگاهی انقلاب فرهنگی اولا دانشگاه ها تعطیل شد. پیش از اون ما شاهد اوجگیری فعالیت های سیاسی بودیم بین گرایش های مختلف که حالا هم دانشجویان هواداران آیت الله خمینی یک طیف رو در بر می گرفتن، دانشجویان چپ و سازمان مجاهدین خلق، که البته حالا به نظر من اونها تقابلی با انقلاب نداشتن، تقابلی با نظامی که بعد از انقلاب حاکم شده بود داشتن و دو قرائت از انقلاب مقابل همدیگه قرار گرفته بودن. خب اینها به نحو خونینی در سال 59 سرکوب شدن، اون دو گروهی که مخالف مثلا جمهوری اسلامی بودن. ما یک دهه 60 بعد از اون یک فضای سنگینی حد هک صدایی در داخل دانشگاه هاست با فوت آیت الله خمینی و عمیق‌تر شدن شکافی که در داخل بلوک قدرت بود، ما شاهد هستیم که کم کم در داخل دانشگاه ها یک فضای دو قطبی شکل میگیره که وابستگان به دو جناح چپ و راست حکومت مقابل همدیگه قرار میگیرن. دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان
از اون حالتی که قبلا به شکل مطلق از نظام دفاع میکردن حول شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی، وارد رویکرد انتقادی میشن ولی در داخل نظام. تقریبا از سالهای اولیه دهه 70 هستش که ما شاهد یک موج دیگری در داخل دانشگاه ها میشیم که از درون دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی میجوشه. اینجا نقطه احیای جنبش دانشجویی بعد از انقلاب فرهنگیه که خواهان یک حرکت مستقلی است. البته در داخل تحکیم ابتدا یک جمع کوچکی بوده تحت عنوان فراکسیون مدرن، ولی آرام آرام با یک نگاه انتقادی نسبت به عملکرد گذشته نظام، با تاکید بر تجدد، بازخوانی سنت و بها دادن توامان به آزادی و عدالت و نفی نگرش ایدئولوژیک پا میگیره، کم کم رشد پیدا میکنه، اثرگذار هست در شکل‌گیری دوم خرداد و حوادث بعد از اون و این و بعد هم خب وارد ابتدا رویکرد رفرمیستی داره، بعد کم کم وارد نقد اون میشه، از اوایل دهه 80 میره به سمت دوری از قدرت، نقد همه جانبه قدرت و بعد اصلاحات ساختاری. باز یک برگشتی رو ما در اوایل دهه 80 داریم که دوباره برمیگرده دانشگاه به سمت رویکردهای رفرمیستی ولی با تاکید بر جامعه وری پشت سر آقایان موسوی و کروبی قرار میگیره. باز ما خب این در سال 88 با یک به اصطلاح فضای سنگین امنیتی به نقطه پایان خودش میرسه. دوباره در سالهای اوایل دهه 90 ما تحرکی رو شاهد هستیم، ابتدا باز با رویکردهای دولت محور پشت سر روحانی قرار میگیره ولی این دوران خیلی کوتاه هست، یه دولت مستعجلی هست. از سال 94 به بعد دوباره رویکرد جنبشی شکل گرفته و به اینجا رسیده که حالا من در بخش دیگه صحبت ها میگم که نقاط اشتراک چیه و در این حال الان شرایط فعلی جنبش دانشجویی تفاوت‌های زیادی رو با گذشته کرده. در خدمت هستین جناب مذاکره، بفرمایید. خب من داشتم میگفتم که جنبش دانشجویی در ایران تا قبل از انقلاب یک سابقه بسیار درخشان مبارزاتی داشت. بعد از انقلاب عرض کردم که دو قسمت شد، یک قسمت چپ مارکسیستی، یک قسمت اسلامگرا. چپ مارکسیستی به تدریج منتقد بود، انتقاد میکرد از برخی از سیاست‌های نظام اینها، اما یواش یواش چریکای فدایی خلق و حزب توده و اینها عملا رو در روی با نظام که شروع شد، اون بخش هم عملا از بین رفت، حالا یا اعدام شدن یا به زندان اوین افتادن یا مجبور شدن از کشور برن. اما بخش اسلامی جنبش دانشجویی، آقای افشاری عزیز، حل شد در خود نظام، یعنی در خود مجموعه‌ای که حاکمیت انقلابی رو تشکیل میداد حل شد، به این معنا که نسل اول فرماندهان سپاه، بسیاری از فعالین سپاه، مسئولین سپاه، جهاد سازندگی و سایر نهادهای انقلابی، علل اغلب نیروهاشون در حقیقت از دانشجویان اسلامگرای دانشگاه. یه توضیح هم من اینجا بدم که لازمه و اونم این هستش که قبل از انقلاب نفس مبارزه با رژیم شاه باعث شده بودش که اون اختلافات، این که من مارکسیستم تو اسلامگرا هستی، من طرفدار ماو ستونگ هستم یا لنین هستم تو طرفدار دکتر علی شریعتی هستی، اینها به واسطه اون احساس این که ما یه دشمن مشترکی داریم به اسم رژیم شاه، یه مقداری همکاری میکردن با هم دیگه، اسلامگراها و غیر اسلامگراها، مارکسیستا. بعد از انقلاب یک رقابت شدیدی شده، دیگه رقابت نمیشه گفت، دشمنی بود بین این دو جریان، دو بخش اسلامگرای جنبش دانشجویی و بخش مارکسیستیش به وجود آمد. چپ ها شروع کردند متهم کردن
نزدیکان امام دکتر یزدی، دکتر چمران، حتی شهید بهشتی که گویا ارتباطاتی با سفارت آمریکا برخی از نزدیکان امام داشتن بدون اینکه امام در جریان باشه، ساخت و باختای صورت گرفته و شروع کردن یک شبهاتی، یک تردیدهایی در خصوص سلامت انقلاب مطرح کردن و روز به روز تضاد و دوگانگی، رقابت، دشمنی، کینه ورزی بین مارکسیستا و اسلامگرایان در دانشگاه ها بیشتر میشد. حالا سال 58 رو داریم میگیم. من اینجا باید یه پرانتز باز کنم که من واقعا معتقدم با تمام وجود که اون چیزی که باعث اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 از سوی دانشجویان شد، درسته که بعدها توضیحات زیادی دادن که شعار برده بودن آمریکا میخواستن کودتای 28 مرداد بکنن اینا، ولی من فکر کنم اینا همه سفسطه بود، اینا همه بهانه بود. دانشجویان اسلامگرا میخواستن به اصطلاح دهن چپی ها بزنن، دهن طرفداران جبهه فدای خلق تو دانشگاه ها بزنن که اگه شما شعار مبارزه با امپریالیسم رو میدید، اگه شما شعار مبارزه با آمریکا رو میدید، ما از شما یه گام جلوتر هستیم، ما رفتیم سفارت آمریکا رو گرفتیم و دیپلمات های آمریکایی رو ببینید اینجوری زانو زدن، گروگان اینا رو ما گروگان گرفتیم. و اگر اون رقابت نمی بود، اگر اون تضاد بین دانشان اسلامگرا و مارکسیس نمی بود در ابتدای انقلاب، من یقین دارم که سفارت آمریکا اشغال هم نمی شد. این یک نکته. نکته دیگر این که انقلاب فرهنگی به وجود آمد، دانشجویان مسلمان و نه دانشجویان چپگرا، البته بعضی از دانشجویان چپگرا هم بودن، ولی موتور اصلی انقلاب فرهنگی رو دانشجویان اسلامگرا تشکیل میدادن و انگیزه و هدف سیاسی بود، ولی بیشتر از انگیزه و هدف سیاسی اون ادبیاتی بودش که حالا در اون مقطع در جهان مطرح، ادبیات حمایت از جهان سومی به اصطلاح تو آمریکای لاتین بود، تو هند بود، تو آفریقا بود، و یه جور نه گفتن به نظام سرمایه‌داری که خب در خود کشورهای غربی هم ما جنبش دانشجویان مثلا فرانسه رو داریم، در آمریکا جنبش دانشجویان ضد جنگ ویتنام بود و قصه آزاد. میخوام بگم که یه مقداری این تصور واقعی بود در جریان انقلاب فرهنگی، یعنی خیلی از دانشجویان اسلامگرا واقعا فکر می‌کردن که ما یه جامعه شناسی اسلامی داریم، یه جامعه شناسی غربی داریم، یه علوم سیاسی اسلامی داریم، یه علوم سیاسی غربی داریم، و معتقد بودن خب اونی که داره در دانشگاه تدریس میشه غربی هستش دیگه، زمان شاه بوده الان هم هست. پس ما که انقلاب کردیم 98.5% مردم رأی دادن به اسلام، خب اقتصاد باید اسلامی در دانشگاه تدریس بشه، تاریخ باید اسلامی تدریس بشه، جغرافی باید اسلامی تدریس بشه، فلسفه، هنر، ادبیات، اسلام از خودش برای این چیزا حرف داره. یعنی واقعا صادقانه به این چیزا اعتقاد داشتن. البته یه بحثی هم همون موقع به وجود آمده بود که با توجه به اینکه اکثریت مردم مسلمان هستن، آیا درست هستش که مارکسیستا بیان از بودجه عمومی، از بیت المال استفاده کنن تو دانشگاه دفتر و دستک و اینها داشته باشن؟ اینم بود، ولی هدف اصلی این بودش که اینایی که بوده در دانشگاه به خصوص در حوزه علوم انسانی، اینا مال غربه و با توجه به انقلاب و اون فضایی که به وجود آمده بود، ما باید بریم به دنبال اسلامی کردن اینها. حالا شما بگو تا من مابقیشو ادامه بدم. بسیار عالی. خب من دقیقا این بار نوبت شما 8 دقیقه شد که اون 3 دقیقه که از نوبت اول بسا طلب داشتید اینجا تصفیه شد. خب من در این بخش صحبت ها میخواستم برگردم به یکی از وجوه تفاوت اساسی در دوره احیای جنبش دانشجویی با پیش از اون، یعنی در سالهای اولیه انقلاب و پیش از انقلاب بپردازم. اون هم برمیگرده به این که گفتمان پیش از دهه 70 یا تحت تاثیر عوامل مختلفی که وقتش نیست من بهش بپردازم،
یک گفتمان ایدئولوژی که یک پارچه ساز بود، فرقی نمی کرد چه در بین گروه های چپ، چه در بین سازمان مجاهدین خلق و چه در بین اسلامگراهایی که بعدها به عنوان خط امام معروف شدن، حالا با همه تنوعات داخلی خودشون. یعنی اگر ما یه خود عمقی بخوام به قضیه نگاه بکنیم، اون دلیل اصلی که بعد از انقلاب اون کشمکش ها رو ایجاد کرد این نوع نگرش بود که جایی برای تعامل، برای پذیرش تکثر وجود نداشت و خواهی نخواهی اینها به سمت تقابل و حذف همدیگه میرفتن و حتی برخی از این گروه ها در درون خودشون هم پیش از این به تقابل های خونین رسیده بودن. بنابراین ما بعد از انقلاب در ابتدا این مشکل رو داریم که گروه ها نوع گفتمانشون، نوع باور ایدئولوژیکشون بهشون اجازه نمیده در کنار همدیگه به تعامل بپردازن. اما در این بین گروه های اسلامگرا خط امام به دلیل اینکه بر منابع قدرت دست پیدا کرده بودند و اونها هم با همون شعار معروفی که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، میخواستن تمامی این تنوع و تکثر جامعه رو وحدت کاذب بهش ببخشن در درون آن چیزی که خط امام گفته میشد و دیگران باید یا تسلیم میشدن یا ساکت میشدن و هر کسی که نمیکرد خب مورد تقابل قرار میگرفت. ما از مقطعی به بعد در درون حزب جمهوری اسلامی یک حرکتی شروع میشه برای یک پارچه سازی حاکمیت و حذف مخالفان از طریق اعمال شدید خشونت و حتی روشهای خونی. حال یه مقاله راهبردی در اونجا سرمقاله جمهوری اسلامی منتشر میشه، نه تنها گروه های غیر اسلامی بلکه اعلام میکنن که انقلاب اگر بخواد پیروز بشه باید قاطعانه دو تا کفر رو باهاش تقابل بکنه، کفر با شرق، کفر با غرب. مهندس بازرگان رو به عنوان کفر با غرب مدل میکنن و نهضت آزادی ها رو، مسعود رجبی و سازمان مجاهدین خلق با درجات دکتر پیمان رو به عنوان کفر با شرق که التقاط با مکاتب مارکسیستی کمونیستی دارن. از اینجا به بعد پروژه های کلید میخوره، مثل حالا تسخیر سفارت آمریکا به نام دانشجویان تمام شده، بله عناصر فعالش هم دانشجو بودن ولی حضور آقای موسوی خوئینی ها و ادعاهایی که محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه میکنه، اینها تردیدهای جدی ایجاد میکنه که اون حرکت یک حرکت خودجوش دانشجویی بوده، در از حرکتی بوده که از عده ای از دانشجویان استفاده شده برای یک پروژه سیاسی داخل حکومت. حالا اون نگرش های نظریش آقای زیباکلام گفتم من موافقم، ولی از منظر سیاسی یک پروژه‌ای بود برای کنار زدن رقبا و دقیقا با همین نحو جلو رفت. در انقلاب فرهنگی هم این گونه شد. شاید ابتدا بحث‌های مطرح بود که این علوم علوم وابسته ساز هستن، توی این نگرش گروه‌های چپ هم دخیل بودن، حتی شاید اونا به دلیل تجربه انقلاب فرهنگی ما هم مدعی‌تر هم بودن. اما جلوتر که رفت عملا درسته در علوم انسانی یه سری کارهای ناموفقی شد که مثلا اسلامیش بکنن، اما در اون چیزی که بیشتر خودشو نشون داد حذف دانشجویانی بود که به حال منتقد بودن یا باورمند نبودن، یعنی تسلیم در برابر اون باورهای موسوم به خط امام و اسلام گرایی نبودن و همچنین اساتید. خدا حفظی با کلام میدونن که به حال تعدادی از اساتید و حال با تجربه متخصص و دانشمند دانشگاه در اون مقطع متاسفانه اینا حذف شدن و پاکسازی شد و دیگه فضای دانشگاه از اون جنب و جوش خودش خارج شد. البته پیش از انقلاب هم به صورت اون سرکوب بود، ولی این گونه حذف گسترده یعنی و تصفیه ایدئولوژیک دانشجو و استاد رو نداشتیم. البته دوران سال 57 تا 59 اوج دوران به اصطلاح شکوفایی و رونق فضاهای دانشجویی بود که البته ممکنه بخشش هم از حالت طبیعی خارج شده بود، بیش از اندازه دانشگاه ها فضاهاشون درگیر سیاست شده بود، در امر فعالیت های علمی دانشگاه اخلاص شده بود، این بحث ها به جای خودش. و اما از دهه 70 که دوران احیای جنبش دانشجویی هست این نگرش ابتدا رد میشه که به دنبال یکسانسازی نیست، یعنی اصل پلورالیسم کثرت گرایی رو میپذیره و با حاکمیت ایده دولت ایدئولوژیک تقابل میکنه که و اینجا است که گفتمان دموکراسی و آزادی خیلی برجسته میشه، لیبرالیسم سیاسی برجسته میشه.
این نگرش با همه افت و خیزها به نظر من تا به امروز باقیه. یعنی اگر بخوام یک خطی بکشیم در دوره های مختلف فعالیت جنبش دانشجویی، به نظر من این خط پررنگترین خط هستش. از اینجا به بعد تا پیش از اون این نگاه آرمانگرایی در با یک ایدئولوژی خودشو پیوند میزده و اونو به یک ارزش مطلق تبدیل میکرده و مرزهای موافق مخالف دوست دشمن خودشو اونجا میگذاشته که عملا امکان تعامل رو نمیداده. حالا اون اسلامگراها قدرت رو به دست گرفتن، اون برخورد رو کردن، ولی اگر چپ ها یا سازمان مجاهدین خلق هم قدرت رو به دست میگرفتن، بعید بود روش دیگری در مواجهه با مخالفانشون به کار میبردن. خب من اینجا صحبتام در این دور تموم میشه. در خدمت شما هستم. آقای زیباکر بفرمایید. ببینید، بله شما درست دارید میگید و واقع مطلب این هستش که من البته اون بخشی که شما تلویحا اشاره کردید که آقای موسوی کوهنی ها و یه پروژه یه جریانی درون حکومتی در جریان تسخیر سفارت و اینها، واقع مطلب این هستش که من اینا رو هیچ کدوم قبول ندارم و معتقدم که اتفاقی که افتاد علی جان این بودش که آمریکا ستیزی، گفتمان آمریکا ستیزی که بعد از انقلاب توسط حزب توده و چریکای فدایی خلق و اینها به راه افتاده بود، وقتی که بعد از اشغال سفارت، وقتی امام اومد در رأس جریان آمریکا ستیزی قرار گرفت، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، مؤتلفه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت مبارز، ببین علی جان، اینا همشون اومدن و در حقیقت زیر علم آمریکا ستیزی بعد از 13 آبان 58. چرا اینقدر آمریکا ستیزی مهم شد؟ آیا واقعا حزب جمهوری اسلامی آمریکا ستیز بود؟ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمریکا ستیز بود؟ دفتر تحکیم وحدت آمریکا ستیز بود؟ به اون معنایی که حزب توده بود، حزب کمونیست، چه میدونم، اتحاد شوروی بود؟ نه، نبودن. پس چرا اینقدر آمریکا ستیزی براشون مهم شد؟ چرا اینقدر آمریکا ستیزی تبدیل شد به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی؟ برای اینکه من معتقدم آمریکا ستیزی کارکردها و منافع خیلی زیادی واسه نظام داشت. اولین و مهمترین کارکردش این بودش که خود شما هم گفتید، نظام میتونست تمام جریانات سیاسی دیگر رو قلقم بکنه، جبهه ملی رو قلقم بکنه، نهضت آزادی رو قلقم بکنه، نمیدونم گروه جامع، این گروه حزب دموکرات کردستان، همه رو بزنه قلقم بکنه. منتها کسی نمیتونست بهش بگی که تو ارتجاعی هستی، تو مرتجع هستی که داری این کارو میکنی. چرا؟ به خاطر اون حاله قداست آمریکا ستیزی که براش به وجود آمده بود به عنوان یه آوانگارد جریان انقلابی که من دارم با استکبار میستیزم، من دارم با آمریکا میجنگم، من دارم با، حالا امپریالیسم که دیگه نمیگفتن، استکبار میگفتن، ما داریم با نظام سلطه مبارزه میکنیم. حالا این مثلا اگر نهضت آزادی را مثلا کرکرشون کشیدیم پایین، اگه فلان روزنامه را بستیم، اگه فلان روشنفکر رو گرفتیم، اگه جبهه ملی را مرتد اعلام کردیم، اگه این کاری کردیم، اگه اون کاری کردیم، غم نباشد، کسی نباید از ما انتقاد بکنه، چون ما طاووس علیین هستیم، چون داریم با آمریکا مبارزه میکنیم. من معتقدم این فایده سیاسی داخلی آمریکا ستیزی که مثل یک اهرم، این آثار شلاقی هستش که لوله کشا میندازن هر لوله‌ای رو باز می‌کنن، آمریکا ستیزی اینجوری شده بود. اگر شما یک جریان آمریکا ستیز بودی در دهه 60 و در دهه 70، شما هر کاری می‌کردی کار درست بود، چون آمریکا ستیز هستی، چون پرچمدار و علمدار مبارزه با آمریکا هستی. بنابراین فقط دانشجوها نبودن، دانشجوان اسلامگرا نبودن که دهه 60 اومدن رفتن زیر علم آمریکا ستیزی. کی نرفت؟ حتی بخشی از نهضت آزادی، مرحوم مهندس صحابی، اینها هم در حقیقت رفته بودن زیر. فقط تنها کسی که نرفت، خدا رحمتش کنه، فقط مهندس مهدی بازرگان بود. او تنها کسی بودش که آمریکا ستیزی رو رد کرد و الا همه رفته بودن زیر
علم آمریکا ستیزی. با سپاس از شما. ببینید جوزه با کلام عزیز، من غلبه آمریکا ستیزی رو قبول دارم، نه بعد از انقلاب، از پیش از انقلاب، یعنی از بعد از کودتای 28 مرداد. نتیجه طبیعی و مداخله آمریکا باعث شد که این نوع نگرش در بین مخالفان دست بالا رو پیدا کنه. منتها خب نیروهای قدیمی جبهه ملی و نهضت آزادی ضمن اینکه منتقد سیاست‌های آمریکا بودن، ولی تقابل با اصل و اساس نظام سیاسی آمریکا نداشتن. ولی در داخل دانشگاه‌ها، چون همین نگاه در اون موقع خب جنبش جهانی به اصطلاح مبارزه با جنگ آمریکا در ویتنام، این گرایش‌های سوسیالیستی مارکسیستی خیلی قوی بود و نظام آمریکا البته نظام کنونی نبود، اون تفاوت هم باید در نظر گرفت. این تقابل تو دانشگاه ها خیلی برجسته بود. خب ما میام تو انقلاب یعنی به هر حال آمریکا به عنوان حامی نظام شاه بود، نظام شاه ثابت شده بود، این نگرش بود. منتها بحث من این هستش که اون حادثه خاص تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 این یک اتفاقه، اینو نمیشه ما معادل آمریکا ستیزی بذاریم. از اون آمریکا ستیزی استفاده میکنه، کما اینکه اولین بارم نبود سفارت آمریکا بعد از انقلاب تسخیر شد. ابتدا خب گروه های وابسته به چریک های فدایی‌خلق که البته الان برخی مدعی هستن ما نبودیم، ولی اون موقع به حال این گونه شایع شد که این وابستگان به چریک های فدایی‌خلق رفتن که به 24 ساعت نکشید اونها رو آوردن بیرون. و این واقعه خب همونطور که کسانی هم که به حال طراحانش بودن، آقای اصغرزاده، عبدی، میردامادی و غیره، میگن ما رفتیم یه مدل کوتاه اونجا بشه میگن بیرون، این که موندگار میشه به دلیل ارتباطات نزدیک آقای خوینی ها با سید احمد خمینی و ادعاهایی که محسن رضایی میکنه، میگه ما حضور داشتیم، فعالانه اونجا رو پاکسازی کردیم، نگذاشتیم کسی غیر از این دانشجو وارد سفارت بشه، یک ارگان بالاخره نظامی انقلابی هست. اینا تردیدهای جدی ایجاد میکنه و نوع حمایتی که بعد آیت الله خمینی میکنه و نظام سیاسی. و جالب هم هست که همین دانشجویانی که تا قبل از اون برجستگی خاصی نداشتن در برابر دیگر فعالان دانشجویی یا تشکلهای دانشجویی، عمدتا افراد گمنامی هم بودن. این آقای مهدی کروگار، چیزی هم در پرانتز بگم، همیشه به شوخی به این آقای اصغرزاده میردامادی اینها میگفت که من نمیدونم این دیوا، این میله های سفارت که شما ازش بالا رفتید چه تبرکی داشت که شما یک شبه خط امام شدید، ما که یه عمری برای آقای خمینی سینه میزدیم خط امام نشدیم. حالا به شوخی رو ببندیم، این شوخی درش واقعیت های البته مستتر هست که اینها با اون کار یهو شدن یک شبه رجل سیاسی. اما از این بگذریم، بعد از اون گفتن دیگه، چون گروه های چپ دیگه هم گفتن ما هم بریم سفارت های دیگر رو بگیریم از کشور سرمایه داری، اینها اومدن گفتن نه این خیانته و بعد نهادهای نظامی امنیتی با آنها برخورد کردن. یعنی همین رانت بزرگی که به این گروه، رانت امنیتی، قضایی، نظامی داده شد، خود آقای دکتر یزدی مدعی بودن که بعد از شنیدن خبر رفتن قم و آقای خمینی بهش گفتن برو همه اینها رو بگیر پرت کن بیرون، میگه تو راه تهران، قم تهران بودن با هلیکوپتر که اون پیام آقای خمینی پخش شد که انقلابی مهمتر از انقلاب اول انجام شده. این یک واقعه خاصه، اینو ما نمیتونیم معادل و برابر آمریکا ستیزی در اون سالها در نظر بگیریم. اون آمریکا ستیزی بعد حضور داشت و جمهوری اسلامی، خب شاید گروه هایی که حالا میگفتن مثلا لیبرال هستن، حالا یک گرایش هایی به سمت نظام های سیاسی کشورهای غربی و دموکراسی داشتن و با چماق آمریکا ستیزی بزنه، اما مثلا حزب توده، سازمان فدایان خلق، گروه رنجبر، گروه پیکار، سازمان مجاهدین خلق که از اسلام گراها در آمریکا ستیزی در تقابل با بلوک غرب سابقه دارتر بودن، تئوری های محکم تری داشتن، خب اینها رو نمیشد با این زد. این برمیگرده درسته از این ابزار استفاده کردن، ولی انگیزه اونها فراتر از این مسئله خود همون نگاهی بود که در اون گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور که در نظریه ولایت فقیه ازش بیرون اومد، سنتگرایی ایدئولوژیک، جایی برای تعامل با منتقد و مخالف نبود. اونا خودشون رو حقیقت مطلق میدیدن. البته گروه های دیگه هم که آبیش همین نگرش رو داشتن، ولی خب اونها قدرت رو در دست داشتن و لحاظ تاریخی بر خود رو انجام دادن و به اصطلاح این وضعیت رخ داد. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. ببینید حالا
مستقل از این که ما اشغال سفارت آمریکا رو چقدر آمریکا ستیز بدونیم، یه چیزی رو هم من قبول دارم هم شما قبول دارید، و اونم این هستش که اشغال سفارت آمریکا عملا بدل شد به نقطه عطف، به نقطه آغازین آمریکا ستیزی به عنوان گفتمان اصلی انقلاب اسلامی. دیگه فکر نکنم شما اینو قبول نداشته باشید. من قشنگ یادمه که همون سال آبان سفارت اشغال شد، آذر ماه، اواخر آذر اون موقع ها محرم بود، و اون سال دستجات و حیات سینه‌زنی از 7 گوشه 4 گوشه تهران حرکت می‌کردند، می‌آمدند سفارت آمریکا، می‌آمدند تو همون خیابون طالقانی، شروع می‌کردند زنجیر زدن، سینه زدن اینا. اون وقت ضلع جنوبی، پیاده روی ضلع جنوبی دیگ گذاشته بودند، دیگای مختلف به اصطلاح غذا می‌پختن برای حیات سینه زن. یعنی آمریکا ستیزی واقعا بدل شد به ایدئولوژی، به گفتمان، به هر نام دیگری که بذاریم. اتفاقا کمک کرد به اقتدارگرایی، کمک کرد به استبداد، کمک کرد به دیکتاتوری. و چیزی که خیلی جالبه این هستش که خود دانشجویان مسلمان پیرو و خط امام، من معتقدم که اتفاقا جزو نخستین قربانیان آمریکا ستیزی شدن. درسته که در ابتدا قربانیان آمریکا ستیزی جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود، لیبرال ها بودن، عناصر معتدل و میانه رو بودن، اینها بودن. ولی ببینید انقدی طول نکشید که آقای ابراهیم اصغرزاده که به قول جناب حجت الاسلام کروبی یه قولی بود برای خودش، یه ارتش بود، یه تیمسار بود تو دهه 60، ببینید ایشون واسه مجلس سوم کنم 69 بود یا 70 بود رد صلاحیت شد. نه رد نکردم، مجلس سوم رفتم ولی بعد از پایانش بازداشت شدم، مجلس چهارم ردش کردم. مجلس چهار، ببینید همشون چه آقای ابراهیم اصغرزاده، چه آقای محسن میردامادی، چه آقای تایزاده، چه خوشبخترینشون آقای عباس عبدی بوده، خوشبخترینشون تازه اونم یه مدتی افتاد زندان کرد. آره ببینید مقصودم این هستش که آنان که یه ضرب المثل هست میگه، آنان که چه میدونم باد بکارن طوفان درو کنند، واقع مطلب این هستش که همه حرف من این هست که آمریکا ستیزی باعث شدش که اون فضای بازی رو که انقلاب به خاطرش اصلا ایجاد شده بود، اون زیر دست و پای آمریکا ستیزی از بین بره تو دهه 60. و خود دانشجوهای خط امام اونام شدن قربانیان در حقیقت از بین رفتن دموکراسی در ایران. یعنی میخوام اینو بگم برگردم به همون بحث اصلیم در خصوص دانشجویان. بزرگترین اشکالی که، بزرگترین انتقادی که میشه به جنبش دانشجویی وارد کرد، حالا اون بخشش که چپ بود، یا آقا ما که کاره نبودیم، ما رو زدن در و داغون کردن، اعدام کردن، نمیدونم اینجوری شدیم، افتادیم اوین، مجبور شدیم از کشور فرار بکنیم، اینا حالا به چپا من کاری ندارم. ولی اون بخش اصلی ترش که مسلمان بود، دانشجویان مسلمان بود، در انجمنهای اسلامی بودن، دفتر تحکیم وحدت بود، اینا یه پول سیاه واسه دموکراسی ارزش قائل نشدن و چوبش هم خوردن که قانون مهمه، انتخابات آزاد مهمه، آزادی بیان مهمه. ببینید میدونید مقصودم چی علی جان؟ مقصودم اینه که اگر شما سال 60 61 62 63 اگر در تمام دهه 60 با آقای اصغرزاده، با آقای میردامادی، با آقای عباس عبدی، با آقای مصطفی تایزاده میگفتی که انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، اینا رو میخندیدن و به شما میگفتن اصل مبارزه با نظام سلطه هستش، اصل نمیدونم پیروی خط امام هستش، اصل
نموندند، به اصطلاح وفادار نموندند، جنبش دانشجویی دارم میگم، وفادار نموندند که دموکراسی خواه باشند، در حالی که قبل از انقلاب مشکل اصلی، تضاد اصلی رژیم شاه با دانشگاه ها آزادی بود، هیچ چیز دیگری نبود. یه فارغ التحصیل دانشگاه، یه دیپلم به طور اتوماتیک براش کار وجود داشت زمان شاه، یه بی سواد به طور اتوماتیک براش کار وجود داشت، یه تصدیق شیش ابتدایی به طور اتوماتیک براش کار وجود داشت، چه برسه فارغ التحصیل دانشگاه. بنابراین دعوای اصلیشون با شاه بر سر دموکراسی بود که متاسفانه بعد از انقلاب ایدئولوژی اومد و دموکراسی رو عملا له کرد، برد بیرون. نه ممنون از شما. خب من خیلی کوتاه چند نکته رو بگم بعد وارد بحث حال آینده بشه، جنبش دانشجویی بشه. ببینید، در این که از آمریکا ستیزی بخشی هم ازش اعمال یک ابزار برای سرکوب استفاده شد، هم مقوم سرکوب بود، کاملا با شما موافقم، ولی اون سرکوب و اون سالها فضای بسته نادیده گرفتن دموکراسی فقط محدود به آمریکا ستیزی نمیشه به نظر من، و این برمیگرده از همون نگرشی که در نظریه ولایت فقیه متجسد شد و اون نگاه بنیادگرایی اسلامی شیعه محور بود. اون پذیرای مسائل نبود، به دنبال سنت بود و این نوع آزادی ها ورای آمریکایی بودن اصلا رد میشد به عنوان اینکه اینها غیر اسلامی هستن و تعارض دارن با حکومت دینی. نکته دیگه، ما به سیالیت جنبش دانشجویی و دفع تحکیم وحدت هم باید توجه بکنیم. تحکیمی که از قوت قوتش این بود که در درون خودش این انتخابات آزاد رو داشت و همه اعضایی هم که فعالان دوره مختلفش هم به این باورمند بودن و همین باعث شد که تحکیم در متأثر باشه از تحولات در درون دانشگاه ها. و به همین دلیل بعد از اینکه فوت آیت الله خمینی که اون شکاف ها ایجاد شد، کم کم دانشجویان منتقد بودن برجسته شدن و دهه 70 به بعد این نگاه ضد آمریکایی در تحکیم به مرور تعدیل شد و در سال 76 همین آقای اصغرزاده هم که خودشون نظراتشون اون موقع عوض شده بود، اومدن در تجمعی که عنوانش این بود چگونه دیوار بیاعتمادی بین ایران و آمریکا فرو می‌ریزه، سخنرانش بودن اون مراسم سنتی تحکیم در 13 آبان. و تحکیم در سال 77 رسما اون راهپیمایی رو به اصطلاح ملغا کرد و خاتمش رو اعلام کرد و به هر حال به یک نگرش دیگه رسید که ما به هر حال باید یک رابطه توأم با عزت با آمریکا و دیگر کشورها داشته باشیم و این دشمنی و دوستی دائمی در سیاست خارجی کنار بگذاریم. بنابراین دیگه جنبش دانشجویی از اواسط دهه 70 به این طرف راه غالبش این بود. حالا بودن باز گرایشی که چندان با این قضیه همراهی نداشتن و نقش غالب رو نداشتن. من میخواستم به این بپردازم که خب ما این تفاوت و دگرگونی های زیادی رو در طول این 9 دهه بگیم یا 7 دهه گذشته بگیم و بعد از شروع به کار دانشگاه تهران، اما یک چیزی بچه مشترک این جنبش دانشجویی بوده، هم به لحاظ بالفعلش هم بالقوهش، اون خصلت سیاسی به دلیل فقدان توسعه سیاسی در ایران، به دلیل فضای بسته سیاسی و همچنین نبود احزاب مقتدر فراگیر و متکی به افشار اجتماعی، این بوده که عملا این سیاست به معنای رهایی بخشیش، به معنای نقادیش، به معنای حاکمیت نظر مردم، این بار عمدش به دوش جنبش دانشجویی افتاده که البته یک وضعیت غیر طبیعی است، یک کارکرد موقتی که البته خیلی دهه ها طول کشیده. به محض اینکه ما واجد یک دموکراسی حداقلی بشیم دیگه از دانشجو و دانشگاه چنین انتظاری نمیره. اما همین الان من میخوام بگم که با توجه به ویژگی های فضای سیاسی ایران، به خصوص بعد از اعتراضات سراسری دیما 96 و 98 و نگاه منفی که نسبت به دو جناح سیاسی روکت های انتخاباتی وجود داره، باز این نقش بالقوه جنبش دانشجویی خیلی برجسته شده که این خلأ وجود نیروی سیاسی هماهنگ کننده رو پر بکنه که بین این بدنه مردم معترضی که به حال در یک جای دیگه از تحملشون خارج میشه عصیان میکنن، میان در خیابونها ولی خب نمیتونن چگونه حرکتشون رو فرجام برسونن، و کسانی که در سطوح بالا حالا رهبری یا به اصطلاح فعالیت میکنن که میتونن یک راهکارهای سیاسی رو ارائه بدن، این وسط یک نیروی نیاز هست که این دو رو با هم مرتبط بکنه تا این اعتراضات
به یک اتفاقات سیاسی مثبت ماندگاری منجر شه، شورش کور نشه، به سمت تخریب نره. اینجا اونجایی هست که این سنت جنبش دانشجویی به کار فعالان کنونی میاد که این کادر سیاسی رو تربیت کنن. البته به درستی هم توضیح با کلام گفتن واقعا جنبش دانشجویی بزرگترین نیروی، یعنی بیشترین تولید کننده نیروی سیاسی در تاریخ سیاسی معاصر ماست. یعنی هر گروه سیاسی شما اهم از حکومتی اپوزیسیون ببینید، اکثر نیروهاش حداقل یک چند سواحی در داخل دانشگاه ها فعالیت کردن. در خدمت شما هستم. بفرمایید آقای زبان. ببینید، دو سه تا نکته اساسی در مورد حالا به قول شما آینده جنبش دانشجویی وجود داره. اولا نظام سعی کرده که یک جنبش دانشجویی، حالا من اسمش میذارم حکومتی، داخل دانشگاه ها به وجود بیاره. تلاش خیلی زیادی کردن ظرف حداقل دو دهه گذشته. حالا بسیج که جای خودش داره تو هر دانشگاهی، تو هر دانشکده ای بسیج هستش، بسیج دانشجویی. اما جنبش دانشجویان، انجمن دانشجویان مستقل، ترقی‌خواه، عدالت‌خواه، نمیدونم یه سری هم از این چیزا هم سعی کردن که انجمن‌های مستقل و غیر و اینها هم باز به وجود بیاره. یعنی نظام سعی کرده دانشگاه حالا نه به عنوان بسیج به این عناوین به وجود بیاره، ولی خب موفق نبودن، خیلی یعنی اصلا موفق نبودند. اما ببینید، این نکته اول. نکته دوم این که علی جان ببین، دانشگاه جزیره نیست که یه جزیره باشه وسط اقیانوس آرام از خودش، و نه، دانشگاه به اشکال مختلف پیوند میخوره به جامعه. اگر در جامعه اختناق باشه، سرکوب باشه، آزادی وجود نداشته باشه، احزاب و تشکل‌های سیاسی نباشن، خب عملاً به گونه اجتناب ناپذیر این دانشگاه ها هستن که به هر حال یه تحرکاتی، یه چیزهایی توش انجام میشه. حالا البته الان نظام اومده خوابگاه ها رو عملاً تعطیل کرده، نمیدونم تو خوابگاه ها امیرآباد که اون زمان شماها بودین فقط دانشجوهای به اصطلاح تحصیلات تکمیلی رو میذارن، اونایی که ازدواج کردن، دکترا، فوق لیسانس اینا، و سعی کردن دانشجوهای لیسانس رو که شر هستن، موتور ناآرامی هستن، اینا رو پخش کنن مثلا تو سطح شهر. کار دیگه‌ای که کردن، سعی کردن بومی سازی بکنن، دانشجوهای اصفهان علل اغلب تو اصفهان باشن، رشت علل اغلب تو رشت باشن که تو خوابگاه نباشن. اینها ببین از این کارا کردن، ولی همه ما میدونیم که اینها خیلی چیز نیست، خیلی فایده ای نداره، و در نهایت اگر که بیرون از دانشگاه فضای سیاسی سالمی وجود نداشته باشه که یک ذره استنشاق سیاسی در جامعه صورت بگیره، این سرریز میشه، میاد میریزه توی دانشگاه. این نکته دوم. نکته سوم این که ما در حال حاضر، یعنی الان که آذر 16 آذر 99 هستش، حالا کرونا هستش، دانشگاه تعطیل هستن اینا، ولی خب کرونا که تا آخر دنیا نیست، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه دوباره دانشگاه باز میشن. ببینید، واقع مطلب این هستش که علی جان، یک سرخوردگی، یک احساس ناامیدی، یک احساس اینکه نوری در انتهای تونل نیست، در میان تحصیل کرده های ما، در میان فرهیختگان ما وجود داره، و دانشجوام استثنا نیستن، در میان دانشجوام وجود داره. یه حالت سردرگمی، یه حالت اینکه ای بابا، مثلا میدونی اگه من بگم که آقا بیام بریم اینجا، امروز آقای حسن علی جعفر میخواد در مورد مثلا فلان چی صحبت بکنه، احتمالا اگه مثلا یه دانشجویی بخواد بره، اون یکی دیگه میاد دستشو میگیره، میکشه، میگه ای که هنوز دنبال این حرفا هستی، اینا همه دستشون با هم دیگه توی یه کاسه هستش، اینا همه نمیدونم فلانن، اینا همه بهمانن، اینا همه سرکاریه. میدونی یه حالت که من
قطعا این حالت قبل از انقلاب نبود، قطعا این حالت بعد از انقلاب نبود، ولی این حالت سرخوردگی، نومیدی، هیچی فایده نداره، اینها چقدر این بتونه دوام بیاره نمیدونم. ولی چون ایده درستی نیست، این ناامیدی، این سرخوردگی، این احساس اینکه هیچ فایده نداره، هیچ نوری در انتهای تونل نمیاد، من معتقدم که این گذرا هستش و اون چیزی که به تدریج مجددا در دانشگاه ها احیا میشه اون باز امید به آینده هستش توسط دانشجوها، مبارزات دانشجویی هستش، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری هستش. من تردید ندارم اینا دو مرتبه در دانشگاه ها به وجود میاد، علارغم فضای سرد، سنگین و ناامیدانه که الان در بین دانشجوهای ما، جوانان ما وجود داره. نه من با همین قسمت نتیجه گیری آخر شما کاملا موافقم. ببینید این یه از بخشش از سیاست گریزیه، بخش تغییرات نسلی هست. خب باید انتظارات رو به نظر من واقع بینانه کرد، اما همین که الان هر فعال دانشجویی که کار به اون خاصی هم انجام نده به راحتی احکام حبس چند ساله بهش میدن، به راحتی آب خوردن، محرومیت های تحصیلی موقت و دائمی رو تحمیل میکنن، این نشون میده که از دید اون نهادهای امنیتی اقتدارگرا این قدرت بالقوه وجود داره در داخل دانشگاه ها و اینا دلیل نداره که نهادهای امنیتی و قضایی چنین هزینه ای بکنن و چنین احکام مجازات سنگینی رو صادر بکنن. اینجا هم من به نوبه خودم صدا جا داره یادی بکنم از دانشجویان زندانی که الان به ناب در زندان هستن، امیدوارم هر چه زودتر آزاد بشن و تا آزادی اونها نیازمند مبارزه است. بحث من اینه که اگه ما به گذشته جنبش دانشجویی مراجعه کنیم، این سنت رو دنبال بکنیم، فعالان دانشجویی ابتدا این نقش بالقوه و مهم خودشون رو باور بکنن، به این خودباوری برسن، این اعتماد به نفس رو پیدا بکنن و بعد برگردن به این تاریخچه، به این سابقه، یک منابع غنی اونجا وجود داره به شرط اینکه به اصطلاح از یک روایت‌های مستند و معتبر رو دنبال کنن. نه این اخیرا حالا جدا از حکومت بخشی دیگه هم حالا از به اصطلاح بخش نیروهای سیاسی اومدن و دارن تحریف تاریخ جنبش دانشجویی میکنن، ادعاهای دروغی رو مطرح میکنن در مورد گذشته. اینها مهمه که اون جریان اصلی این اطلاعات رو به اصطلاح این دانشان دنبال بکنن. یکی از ظرفیت‌های مهم اونها و کارکردهایی که در گذشته جنبش دانشجویی کرده همین یأس شکنی بوده، اینکه فضای سیاسی که دچار یک نوع انسداد شده، دچار رکود شده، تونستن اینو بشکنن، منتها با رفتن به سراغ راهبردهایی که اثرگذار بودن. ادامه اون شعاری که از سال 96 در داخل دانشگاه بلند شد، حالا اصلاح طلب، اصولگرا، تموم ماجرا، به این معنا که اینکه عرصه سیاسی ایران گروگان این دو جناح در طول 14 گذشته شده، این بهش پایان داده بشه و حالا اونها با حال بخش نیروهای سیاسی هستن، بخش و حال دیگری که در طول این سالها حذف شده، سرکوب شده، حقوقش نقض شده، صداش خفه شده، اینها رو فعال بشن و بیان. در این حوزه هستش که به نظر من دانشجویان فعلی میتونن واقعا تاریخ سازی بکنن. من هم قبول دارم با حتی با علم این قضیه که انتظارات من الان از جنبش دانشجویی انتظارات دههای 70 و 80 نیست، اما باز کماکان معتقدم که این وضعیت فعلی گذراست و جنبش دانشجویی میتونه دوران سازی بکنه، علارغم همه این که الان فضای مجازی خب بخشی از اون کارکردها یا مزیت‌ها که در گذشته جنبش دانشجویی داشته را از آن خودش کرده، ولی هنوز در حوزه سیاست اون کنشگری سیاسی انتقادی و سیاست رهایی بخش فقط جنبش دانشجویی هست و کس دیگه، نیروی دیگه در داخل ایران نیست و میتونن این به اصطلاح این موقعیت مهم رو به اصطلاح دریابن و نقش تاریخی خودشون رو ایفا بکنن. جواب زیبا کردم دیگه، صحبت آخری شما هست که در اون به پایان جلسه نزدیک شد، در خدمتتون هست. من دیگه چون دیگه یک ساعت شما هم داره تمام میشه، بله من همونطور خدمتتون عرض کردم دانشگاه جزیره نیست و
این وضعی که ما الان ده، مثل آدمی که دچار سردرد میشه، سردردش خوب میشه و معتقدم که این حالت یأس و ناامیدی و سرخوردگی، البته بخش عمدهش به خاطر این عملکرد آقای روحانی هستش. 24 میلیون با تمام وجود رفتن بهشون رأی دادن و بلایی سر صندوق رأی آورد نظام و آقای روحانی، که خب واقعا الان این حالت به وجود آمده. ولی من معتقدم که این گذرا هستش، این برای همیشه نمیمونه و در آینده من خیلی به دانشگاه ها و جنبش دانشجوی امیدوار هستم. سپاس از شما، بازم خیلی ممنون جاده که زیبا کردن تشریف آوردیم و ها قدردان حضور شما هستیم. از همه عزیزانی هم که در این برنامه ما را همراهی کردن هم مجددا تشکر میکنم. ایام به کام، وقتتون خوش، تا گفتگوی بعدی، بدرود.